اقرأ باسم ربك الذي خلق. تنزيل من رب العالمين. سوره آل عمران سومین سوره از قرآن کریم می باشد که پس از سوره بقره و قبل از سوره نساء در مصحف شریف قرار دارد. این سوره مدنی است و از جمله سوره های طولانی قرآن کریم می باشد. این سوره مبارکه 200 آیه دارد و دارای 3480 کلمه و 14525 حرف می باشد. از لحاظ ترتیب در مصحف سومین سوره بوده و در ترتیب نزول پس از سوره انفال نازل شده است. ارتباط سوره آل عمران با سوره بقره. هر دو سوره با حروف مقطعه آغاز شده اند. در سوره بقره احکام و قواعد دین اسلام بیان شده و سوره آل عمران با پاسخ به شبهات دشمنان هدف سوره بقره را کامل می نماید. در هر دو سوره از خلقتی بزرگ یاد شده است. در سوره بقره خلقت آدم علیه السلام و در سوره آل عمران خلقت عیسی علیه السلام. کلمه آل عمران فقط یک بار و آن هم در آیه 33 سوره آل عمران ذکر شده است. این سوره به علت ذکر خانواده گرامی آل عمران سوره آل عمران نام گرفته است و عمران پدر مریم علیها السلام می باشد. این سوره در جزء چهارم و در حزبهای ششم، هفتم و هشتم قرآن کریم جای دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. با پیام ها، درس ها و عبرت های از سوره مبارکه آل عمران، سومین سوره از قرآن، سوره ای که همراه با سوره بقره به عنوان زهراوین شناخته شدند، از درس های مهمی که از این سوره مبارکه گرفته میشه، اولا اهمیت توحید هست. این سوره مبارکه با اعلان وحدانیت خدا و دو صفت بسیار عظیم و بزرگ خدا، الحی القیوم، شروع شده. الله لا اله الا هو الحی القیوم. اگر سوره بقره در مورد هدایت این کتاب برای متقین بود و اون چیزی که متقین در زندگی خودشون به اون احتیاج دارن صفات اونها ذکر شد، در این سوره در مورد توحید خداوند، حق خداوند، شناختن خداوند صحبت میشه که دلالت بر اهمیت و عظمت توحید میدهد. اساس دعوت انبیا همش توحید بوده. ان الدین عند الله الاسلام. دین در نزد همه انبیا اسلام بوده و همه پیامبران هم برای دعوت دادن مردم به وحدانیت خدا برانگیخته شدند. عیسی علیه السلام به عنوان یکی از پیامبران اولوالعزم بنده خدا بود، پسر مریم بود. در مورد این شخص غلو شد و او را به مقام خدایی یا پسر خدا رسوندند. به خداوند می‌فرمایند که خدا تنهاست، همیشه زنده بوده است و همه مخلوقات به او احتیاج دارند، برخلاف عیسی و یا سایر بندگان که زندگی اونها دائمی و ابدی نبوده، قبل از اون وجودی نداشتند، دنیا آمدند و سپس وفات پیدا کردند. اما ذات پاک خداوند
ذاتی است که همیشه زنده است و همه مخلوقات به او وابسته هستند، به او احتیاج دارند و خداوندی که تنهاست، شریکی ندارد و باید فقط او را پرستید، برای هدایت انسانها قرآن را فرستاده، تورات و انجیل را فرستاده برای هدایت انسانها و فرقان را نازل فرموده که کتابهای آسمانی و به خصوص قرآن جدا کننده بین حق و باطل هستند، بین شرک و کفر، بین شرک و کفر و ایمان و اخلاص. و انزل الفرقان، این نزول فرقان هست و هدف اون هم هدایت یافتن بندگان به سوی خداست. هدف شناخت درست خداوند هست. خداوند خودشون را در این اولین آیه معرفی فرمودن که الله هیچ معبودی غیر از او نیست، هیچ معبودی به حقی غیر از الله دیگر نیست. هر عبادتی که انسان انجام بدهد برای غیر خدا باشد، این عبادت قبول نیست. هیچ معبودی به حقی نیست مگر الله، که این الله خود زنده است و همه به او احتیاج دارند. الحی القیوم. و علم خداوند و قدرت خداوند در آفرینش، این هم دو قضیه است که در اینجا صحبت شده. مسئله علم شامل و کامل خداوند و همچنین قدرت خداوند در آفرینش، که از جمله مخلوقاتش اون خدایانی است که از غیر خدا پرستیده می شوند. از جمله اونها عیسی پسر مریم هست که او را به عنوان خدا و یا پسر خدا قرار دادند. می فرمایند که ان الله لا یخفا علیه شیء فی الارض ولا فی السماء. در مورد علم شامل و کامل خدا بعد می فرمایند که هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. در مورد قدرت خداوند در آفرینش هست که اون گونه که خداوند بخواهند می آفرینند. و قضیه علم و قدرت خداوند در آفرینش در قرآن زیاد در مورد اون صحبت شده. علم مطلق و شامل و کامل خداوند و قدرت خداوند در آفرینش، که همیشه خداوند به کسانی که غیر از خدا میپرستند از اونها سوال میکنه که آیا خدایان شما میتونند چیزی بیافرینند یا چیزی آفریدند؟ آیا کسی که قدرت آفرینش دارد همانند کسی است که نمیتواند بیافریند؟ دومین پیام از این سوره مبارکه این است که قرآن خداوند همون گونه که در ابتدا فرمودند برای هدایت انسان هاست و قرآن به عنوان کتابی است که تصدیق کننده و تأیید کننده مسائل توحیدی است که در کتاب های آسمانی قبل نازل شده. حال در اینجا می فرمان که قرآن آیات اون بر دو دسته هستند، آیاتی که به عنوان ام الکتاب هستند، اصل کتاب هستند و بایستی به اون مراجعه کرد، از اون به عنوان آیات محکمات یاد می شود. دسته دوم آیاتی هستند که در معنا شبیه هم دیگر، چندین معنا داره و این معانی یک نوع شباهتی به هم دیگر دارند، متشابهات هستند. بعد می فرمان که کسانی که حالا برخورد انسان ها در برابر این آیات متشابهات چیز، آیاتی که محکمات هست خب نمی تونند از اون تأویل نادرست کنند یا بخواهند فتنه راه بندازند، اما آیاتی که متشابه هست در اون از اون میشه چند معنا گرفت، از اون سوی استفاده میکنند برای ایجاد فتنه
و فهمیدن تأویل آن. اولا قبل از اینکه این موضوع را توضیح بدیم، در قرآن چیزی نیست که قابل فهم نباشه. قرآن چون برای هدایت انسان ها اومده، کتاب معما و چیستان نیست، کتابی نیست که در اون فقط یک فرد یا دو فرد یا یک گروهی بسیار محدود و اندکی بتونن این قرآن رو بفهمن و برای باقی انسان ها قابل فهم نباشه. امکان داره شخصی نتونه بفهمه، اما شخص دیگر، عالم دیگری میتونه معناشو بفهمه. پس اصل قرآن این گونه هست که قابل فهم هست و در قرآن چیزی نیومده که قابل فهم نباشه. حالا وقتی که مثلا در مورد قیامت صحبت میشود، در مورد بهشت صحبت میشود، در مورد جهنم صحبت میشود، در مورد مسائل دیگری که خدا خبر داده هنوز ما از اون اطلاعی نداریم، وقتی که اینها ما میشنویم قابل فهم هست. وقتی میفهمیم که در بهش این گونه هست، این چیزها هست، خب برای ما قابل فهم هست. اما چگونگی اون، حقیقت اون، و ما یعلم تأویله الا الله، حقیقت اون، چگونگی اون فقط الله میدونند. و باید دقت کنیم که کلمه تأویل در قرآن به معنای واقع شدن اون خبر، این همون خبری که شما دادید، این خبری میدید، این همون خبر تحقق پیدا میکنه، واقع میشه. این بهش میگن در اصطلاح قرآنی تأویل. اینها میخوان که حقیقت اون چیز رو بدونن، که خداوند میفرمان که حقیقت اون آیات متشابهات غیر از خدا نمیدونه. و راسخان و ثابت قدمان در علم به همه ایمان میآورند، چه اون آیاتی که محکمات هستن و چون اون آیاتی که متشابهات هستند، هر دو از طرف خدا هست، ایمان دارن و میتونن، دارن میفهمن، اما حقیقت اون خبری که خدا داده و چگونه واقع میشه اینو نمیدونن، چون از دایره قدرت بشری و علم بشری خارج هست. اما کلمه براشون قابل فهم هست. پس دقت کنیم که در قرآن چیزی نیست که قابل فهم نباشه. قرآن قابل فهم هست. قرآن عقل انسان مورد خطاب قرار داده و عقل انسان را براش ارزش قرار داده. ولقد یسرنا القرآن للذکر، ما قرآن را برای یادآوری، برای پند گرفتن آسان قرار دادیم. محور و موضوعات اصلی این سوره. این سوره شامل دو رکن مهم از ارکان ایمان می باشد. اول، عقیده و آوردن دلیل‌های آشکار بر یکتایی خداوند متعال. دوم، قانونگذاری و مخصوصاً آنچه به جهاد در راه الله مربوط می شود. از دیگر موضوعات مهم این سوره می توان به مناظره با نمایندگان نجران که نزد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آمدند، بیان محکم و متشابه قرآن، نکوهش کفار، مذمت دنیا و شرف آخرت، مدح صحابه رضی الله عنهم، گواهی توحید، پاسخ به اهل کتاب، حکایت تولد مریم علیه السلام و کفالت او توسط زکریا و دعای او، ذکر تولد عیسی علیه السلام و معجزاتش، داستان حواریون، خبر مباهله و مناظره با مسیحیان، ذکر مرتدین، خیانت علمای یهود، ذکر کعبه و وجوب حج، برگزیده شدن امت اسلامی به عنوان بهترین امتها، نهی از صمیمیت با کفار، اهل کتاب و مخالفان دین اسلام، داستان غزوه احد، نکوهش علمای یهود و بیان نقض پیمان توسط آنان و کتمان نام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که در تورات وجود دارد، دعای صحابه و جدیت آنان در مشارکت در غزوه ها و به شهادت رسیدن آنان، و در پایان صبر و توصیه به صبر و پایداری بر آن اشاره نمود. فضائل سوره آل عمران.
نواس ابن سمعان رضی الله عنه روایت می کند که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند روز قیامت قرآن و اهل قرآن همان کسانی را که در دنیا به آن عمل می کردند را می آورند و در حالی که پیشاپیش قرآن سوره های بقره و آل عمران قرار دارند. و همچنین در حدیثی دیگر آمده است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند قرآن بخوانید زیرا قرآن روز قیامت برای صاحبانش شفاعت می کند. دو سوره نورانی بقره و آل عمران را بخوانید زیرا آن دو روز قیامت به شکل دو ابر یا دو سایبان یا دو گروه پرنده که بال گشودند می آیند و از صاحبانشان دفاع می کنند. پیام هایی که در حقیقت از این سوره مبارکه سوره آل عمران می تونیم بگیریم در مورد غزوه احد صحبت شده، قبل از اون در مورد بحث و مناقشه‌ای که با مسیحیان نجران شده در مورد ادعای اونها در مورد خداپرستی. میتونیم در حقیقت این سوره را به دو دسته تقسیم کنیم، یک قسمت از آیات که در مورد مسائل عقیده صحبت میکنه تا آیات تقریبا 120 هست تا اونجایی که میفرمایند و اذ غدوت من اهل کتب و المؤمنین مقاعد للقتال. خب در این آیات خداوند در مورد وحدانیت خودشون، توحید خودشون صحبت میفرمایند و نظریه سالوس، نظریه ستا خدا بودن پدر و پسر و روح القدس رو باطل میکنند. اعلان می‌فرمایند که اگر خدا بخواهد عیسی پسر مریم مادرش و همه انسان‌ها را هلاک می‌کنه. چیزی بر اگه خدا که عاجز و ناتوان نیست، در ابتدای سوره هم فرمودند که هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، خداوند هست که شما را هر گونه که بخواهد به شما شکل می‌دهد. در همین آیاتی که باری در مورد عیسی پسر مریم و ادعای مسیحیان صحبت می‌شود، می‌فرمان که خداوند مالک آسمان‌ها و زمین هست. هر چیزی که در آسمان و زمین هست از آن اوست. هر چیزی که بخواهد می‌آفریند. بعد صحبت می‌شود در قضیه دعوت دادن مسیحیان به مباهله، که قبل از مباهله می‌فرمان که مثال عیسی در آفرینش همانند مثال آدم در آفرینش هست. چگونه آدم را آفریدیم، ما هم میتونیم عیسی را بدین صورت بیافرینیم. عیسی اگر آدم ما اگر مسئله این باشد که عیسی پدر نداشته فقط از مادر آفریده شده به پسر خدا معرفی میکنید، پس آدم که بدون پدر و بدون مادر خلقت شده، این شما چگونه چه نسبتی به او میدهید؟ پس مثال اونها در مورد قدرت خداوند در آفرینش هست. تونست آدم را بیافرند بدون پدر مادر، عیسی را هم میتونه بدون پدر آفریده. پس در قدرت خدا چیزی به معنای مستحیل بودن، ناممکن بودن وجود ندارد. درسی که درس دین است، شیرین و دل نشین است. درسی که درس دین است، شیرین و دل نشین است. پایین ما چنین است، برنامه های قرآن، برنامه های قرآن. در مورد وقایع غزوه احد صحبت شده، خداوند از این غزوه برای هدایت مؤمنان استفاده کردن. درس هایی که مؤمنان بایستی از این غزوه بگیرن در این سوره صحبت شده. از جمله اون فرمودن که شناخته شدن مؤمن از منافق و پاک شدن انسان های مؤمن، اینها از جمله بسیار درس های مهم و زیادی است که در این سوره اومده. اگر غزوه احد تموم شد اما نتایج این غزوه تا قیام الساعه مونده، چون انسان همون انسان هست، اشتباهاتی که انسان ها میکنند، چون ما انسان ها خب آفرینشون یکیست، همون صفات داریم، همون اشتباهات و امکان داره مرتکب بشیم. خداوند
بعد از غزوه احد، غزوه ای که تموم شد و گروهی از اصحاب رسول الله هم کشته شدند، خب امکان داره بگیم که این غزوه در یک مرحله زمانی و مکانی تموم شد. اما آیاتی که در این مورد اومد و درس هایی که از این غزوه گرفته میشه تا قیام الساعه موند، تا بدین وسیله امت اسلامی ساخته میشوند. مؤمن از منافق مشخص بشه، صادق از کاذب، کسی که ادعای ایمان میکند با کسی که واقعا ایمان دارد در موقع سختی ها و مشقت ها شناخته میشوند. پس این از اهداف این درس هایی است که میشه از این غزوه گرفت. ما اینو به صورت خیلی خلاصه داریم میگیم. بعد هم در آخر این سوره مبارکه میبینیم که دعوت به تفکر هست، همون گونه که در ابتدای این سوره مبارکه در مورد رحمت خداوند در نزول کتابهای آسمانی و بعد علم شامل و کامل خدا و قدرت خدا در آفرینش صحبت فرمودند، بار دیگر در آخر سوره هم در مورد قدرت خداوند در آفرینش هست و از صفات بندگان مؤمنش اولو الالباب صاحبان عقل فرمودند که اینها کسانی هستند که تفکر میکنند در خلقت آسمان ها و زمین و میگن که پروردگارا تو چیزی بیهوده را نیافریده ای. بعد دعا میکنند، از خدا میخواهند که خداوند اونها را از عذاب جهنم نجات بدهد. ما هم از خدا میخواهیم که پروردگارا ما را از عذاب جهنم نجات ده. اقرأ باسم ربك الذي خلق، تنزيل من رب العالمين، أنزل أنزلناه في ليلة